کارشناسان باید جواب بدن. این پنالتی که زده میشه و تو توی دروازه قرار میگیره، گل برای تیم اوکسین البرز به ثمر میرسه. سبب پنالتی که به سمت دروازه زده شد و تبدیل به گل شد، علی امیری بود که گل رو به ثمر میرسونه و به نام خودش ثبت میکنه. نگاه کنید این پنالتی که زد، توپو تبدیل به گل کرد، این بارم میره به سمت توپ، ضربه‌شو حالا میزنه و خیلی خوب زد پنالتیشو. نتیجه حالا 2-0 میشه. 62مین دقیقه مسابقه، علی امیری خودشو و تیمشو دو گله میکنه در این مسابقه. نتیجه بسیار عجیب. خطایی رو مرتکب نشند. ضربه سر و خیلی راحت، خیلی راحت بین تحلل مدافعین مرکزی تیم فوتبال کوثر لرستان. گل دوم هم در دقیقه پنجم وارده در تا انتهای این دیدار اگه اینطوری پیش بره فکر میکنم این بازی به بسکتبال شبیه بشه و کوثر شکست سنگینی رو متحمل بشه. امیدواریم که این گونه نباشه. مدافع مستقیم خودش رو دریبل میزنه، حالا فرصت مرزا رضایی میتونه سانت بکنه، میاد رو پای راستش، ارسال در اون محوطه جریمه به دنبال توپ طاهری، حالا پشت محوطه آبشک، یه فرصت تک به تک با دروازه بان و گل، و گل برای تیم داماش. بالاخره تیم داماش گل میزنه. این بار دیگه امیری یاد میگیره که چگونه چیپ بزنه. 86مین دقیقه بازی، داماش گیلان 1 شنسای عراق 0 و خوشحالی هواداران حاضر در ورزشگاه شهید عزادی که 90 دقیقه زیر آفتاب نشستن و تیمشون رو تشویق کردن تا این چهره فیروز کریمی. نگاه کنید امیری این بار دیگه تونست چیپ بزنه، دو سه بار زد و شادی هوادارانی که واقعا باید شنسا میاد که انتحاری بازی بکنه چون امتیازی که از دست داده. حالا تو میسلاف برانی سنه گل رو ملاحظه میکنید که چگونه دروازه
بین بازیکنان گسترش زیاد چهرش به چشم نمیزنه. چهرش خیلی با هم گل دوم رو اینجا گسترش فولاد دریافت میکنه، در حالی که شما تصویر آهسته برخورد رو میدیدید. شاگردان فیروز کریمی به خودشون میان و دروازه محمد رضا مکار شرق رو برای بار دوم باز میکنن. اگر صحنه آهسته رو داشته باشیم مشخص خواهد شد که به چه شکلی گل دوم داماشی ها به ثمر رسید. ارسال توپ، یه ضربه سر بسیار نرم و تمام کننده، گسترش گل سوم، گل دوم رو دریافت میکنه. دقیقا از این زمین بازی رو ترک میکنه. حتما یادتون میاد در فینال جام حذفی در ورزشگاه آزادی میثم آریان رو گل سوم رو داشت. با هم تماشا بکنیم گل سوم برای داماش گیلان، گل سوم در دقیقه 77 شک میگیره برای داماش گیلان و شاگردان فیروز کریمی توسط شماره 23 علی امیری. امیری خودش رو دو گله و داماش رو سه گله میکنه. نگاه کنید پاس زیبای قاسم زاده و ضربه بسیار نرم از علی امیری، بدون هیچ هیجان زدگی موفق شد دروازه رو به خوبی باز بکنه. حتما عرض میکردم یادتون میومد که میثم آریان دروازه‌بان سوم گسترش در مقابل پیروزی تهران در آزادی در فینال. ببینیم پرتاب شگونه خواهد بود. آبشک این پرتاب رو انجام میده به دلال مواردی جریمه ضربه سر و توی دروازه. گل برای تیم داماش. در اوقات تلف شده بازی در نیمه اول علی امیری نتیجه رو 2-1 میکنه. داماش 2 آلومینیوم هرمزگان 1. شادی هواداران و روی یک پرتاب اوت بلند داماش به گل دوم در نیمه اول دست پیدا میکنه. تا حالا با خیالی راحت تر به رخکن بره. آبشک عجب پرتابی داشت. ببینید اینجا این ضربه سر ابتدا زده میشه و نهایتا توپی که وارد دروازه میشه. شاهین شفیع ضربه سر اول رو زد، دومی که تبدیل به گل دوم شد رو امیری زد. 2-1 نتیجه بازی و حالا داماد
دریافت کرده در مقابل گیتی پسند اصفهان. 43 دقیقه از اون بازی هم پشت سر گذاشتیم. بازیکنان پیکان، بابک لطیفی، بازم ارسال از بازیکنان پیکان وارد محوطه جریمه میشه، یک ضربه و توی دروازه، دروازه آلومینیوم باز میشه. اشتباه در بین مدافعان آلومینیوم باعث میشه که بازیکن شماره 14 شون بود که علی امیری، تیم آلومینیوم باز بشه. آلومینیوم یک برده یه ضربه و گل. بالاخره پیکان یه گل میزنه و اختلاف رو به حداقل میرسونه. حساب کار 2-1 میشه. پرتو بابوتو بلندی که انجام شد توی محوطه جریمه کنترل کمی زیاد هست در این مسابقه. حالا یه پاس خوب برای پیکان، تک به تک و توی دروازه، توی دروازه کمی زیاد هست در این مسابقه. حالا یه پاس خوب برای پیکان، تک به تک و توی دروازه. زور داشتن که به همین ترتیب هم تا پایان هفته هشتم در جدول رده بندی به ترتیب از صدر به پایین قرار گرفته. اما در گروه دوم مسابقه نفتگاز گچساران، بادران تهران، سپیدرود رشک، کیمیا فرایند تهران یه بار دیگه فرصت. علی امیری داخل محوطه، یه ضربه و گل و اعتراض بازیکنان اوکسین البو، بازیکنان شاهین شهرداری بوشه که ثمری نداشت و گل اول برای اوکتین البرز به ثمر میرسه با ضربه ای که علی امیری به ثمر میرسونه. لیگ دو کشور و دیگه باید شاهین شهرداری با این نتیجه که به دست اومده خودشو حذف شده ببینه در مرحله دوم لیگ دو.